درک در درک بیشتر آنچه که در اسرائیل در هفت اکتبر گذشته در مقایسه با آنچه که در آمریکا در 9-11 و نابودی منحدم کردن دو آمریکایی داشتیم نتانیاهو در فاکس نیوز با طبق لازار برمن این مثلا مطرح کرده که فقط با پیروزی و انهدام حماس میتوان روز دیگر رو پس از آن برها رقم زد در غزه برای این تجسم کردن آنی که بدترین حمله ای که به یهودیان از نوع هالاکاست و برنا انجام شده و با قتل آم هفته هفت اکتبر معادل 29 حمله ای 11 ستان در یک روز و معادل 50 هزار آمریکایی که قتل شدند شدن سوزانیده شدن 41 کودک سر بریده شدن یک نوزا در اوون پیدا شده سوزانیده شده معلولین رو حال به اونها آمدند و مجروح کردن و کشتن تجاوز به دختران رزنن و, و سر بریدن و گیروگانگیری اگر در نظر بگیریم 239 نفر در مقایسه با آمریکا همانا در این روز که 1400 نفر کشته شدن مقابل در از 5000 تا هزار تا آمریکایی کشته شدن و اگر 239 نفر یعنی در مقایسه با آمار جمعیت یهودی در اسرائیل که 8 میلیون هست مثل اینی که ده هزار آمریکایی جمله مادران و کودکان رو به گروگان گرفته باشن در مقایسه معادلاتی با آنچه که در آمریکا گذارد و تجاسم آن که در حال حاضر دلیل ارتش اسرائیل برای منهدم کردن و خونسا کردن تونل های تروریستی من جمله که در زیر بیمارستان و زیر مدارس مهد کودکا مسکونی هستند و مراکز امداد رسانی اون را نیز یافت میشن با بودجه کلان یک میلیارد دلاری برای دو میلیون کفت در اونجا هستند اسرائیل به قوی خواهد بگو در زمرگاهی ها از او پرسیده میشه که چگونه است که شما میخواید اونها رو با خاک یکسان کنید آنچه که به دنبال آن هستن اسرائیل خونسازی ترورین هستش و و 250 هزار نفر شهروندان اسرائیلی که از جنوب و شمال رانده شدن به خاطر بر حال حزب الله از و طرف جهاد اسلامی با پشتوانه بر حال لوجستیکی فناوری و نقشه و طرح هایی که گروه واگنر در کانون سپاخوس و دورهای آموزشی و عملیاتی که در سپاه قدس این افراد گذرانیدند تنها با پیروزی ارتش اسرائیل بر حماس و اسکان مجدد فلسطینیان میتونه با نظارت گروهی بجز اون را همراه باشه که مرکز فندو فرماندهی حماس به تبدیل شده بلکه با نظارت نظامی اسرائیل و قوای بینون مللی باشه برای اسکان دادن و دوباره سازی قضه بدون خشونت بدون سیستم آموزشی که نکبت خود رو که در 1948 بود، 1967 بوده و امروزه نیست با پناهندگی و انهدام آنچه که در حال حاضر مراکز مراکز مدنی میبایست باشن از پارلمان حماس گرفته تا مراکز بیمارستان بیتاریا و غیر و اینها که مراکز فرماندهی به مراکز فرماندهی حماس تبدیل شده اون رو با سازی بتونند حال فردای بهتری رو برای اسرائیل و همسایگان خودش داشت.